سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید فقر و گرسنگی سبب شده که برخی خانواده ها در افغانستان فرزندانشان را به فروش گذاشته تا بتوانند پول کافی برای سیر کردن اعضای خانواده خود به دست آورند. سیگار همچنان گفته که مقام های سازمان ملل از موارد های چون ازدواج زود هنگام دختران جوان و کودکان کار ابراز نگرانی کرده. بشیر احمد شیرزاد با جزئیات بیشتر. بی بی کو نام دارد. می گوید نانآور ندارد و مسئولیت نفقه 9 تن از اعضای خانواده اش را بر دوش می کشد. در خانه 9 نفر نانخور هستیم. انا بچه هم یک دست پای شوگار است، دو دست اینی سه کل کابات است یا هم تو خوردگی است. شش تا نواسه ایم است. زن شوی کده خودیم نوتا میشه. او همچنان نگران از بدتر شدن وضعیت اقتصادی خود و مردم در کشور است. خب مجبور شوی که نداشته باشی میکنی. که داشته باشی نی سودا میکنی نی چیز میگه خدای روز درست. حالا این می گدایگران یک شب برو بگو که سودا کن و قرآن که سودا کنه کدی دفع کرد میزنه. این در حالی است که مقام های سازمان ملل از ازدواج زود هنگام دختران جوان و استفاده کودکان برای کار در افغانستان نگرانی کردند. سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش روار خود به کنگرس ایالات متحده گفته که فقر و گرسنگی سبب شده که برخی خانواده ها در افغانستان فرزندانشان را به فروش گذاشته تا بتوانند پول کافی برای سیر کردن اعضای خانواده خود به دست آورند. سیگر همچنان گفته که مقام های سازمان ملل از موارد های چون ازدواج زود هنگام دختران جوان و استفاده و استثمار کودکان برای کار نیز در این کشور نگرانند. در سوی دیگر هدیه کودک که علاقه به آموزش دارد و می خواهد آینده روشن داشته باشد، اما فقر و ناداری او را به کار شاق در کنار جاده واداشته. در خانه ما کسی نیست کار کنه، ایجا از مجبوریت آمدیم. روز 40-50 کار میکنم که نان به خانه بخرم. با این حال شماری از آگاهان توقف پروژه های انکشافی و قطع کمک های جهانی را دلیل وضعیت کنونی در کشور میدانند. من فکر میکنم بعد از اینکه تزیرات اقتصادی بالای افغانستان وضع شد و پروژه های انکشافی و توسعه متوقف شد و از طرف هم کمک‌های جامعه جهانی به شکل کلی قطع گردید، یه عمل باعث ازی شد که میزان فقر و بیکاری در افغانستان بیشتر از 90% برسانه و مردم مجبور شود به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان و یا سیر کردن بقیه اعضای فامیل خود دست به فروش اعضای بدن و اولادهایشان بزنند. ما با اظهارات تازه بند شده سیگار چندان موافق نیستم، چون چالش ها و مشکلات اقتصادی در افغانستان به او حد نیست که نه تبلیغ میکنه و تشویش های روانی به مردم مظلوم افغانستان ایجاد میکنه، اما ای را هم رد نمیکنم که مشکلات و چالش های اقتصادی اصلا موجود نیست. پیش از این واشنگتن پست هم در گزارش با توجه به وضعیت اسفوار اقتصادی مردم افغانستان که مجبور به فروش کودکانشان شده پرداخته، این روزنامه همچنان گفته که شماری از خانواده های افغان دختران خردسالشان را مجبور به ازدواج زود هنگام می کنند.